سخت خبرم. گرانی 10 تا 25 میلیون تومانی خودرو در چند روز. وزارت صنعت ایران افزایش قیمت‌ها را کاذب خواند. شورای قیمت‌گذاری عادلانه. تایید بازداشت یکی از رهبران اعتراض‌های اخیر در بلاروس. مخالفان به اروپا هشدار دادند قراردادهای خارجی با دولت لوکاشنکو را از این پس به رسمیت نمی‌شناسند. پایان مهلت پاسخگویی ایران به فیفا. سرنوشت پرونده مالی ویلموت سرمربی پیشین تیم ملی در ابهام. کارزار یک طراح لباس سیاه‌پوست در ایتالیا. صدای جنبش زندگی سیاه‌پوستان مهم است. به دنیای مد رسیده. سلام بر شما، عصر بخیر. به این مجموعه خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی حمیدانی هستم. طی دو هفته اخیر قیمت خودرو در ایران افزایش نجومی داشته و برخی تولیدات داخلی 25 میلیون تومان بالا رفته. شورای قیمت‌گذاری تقصیر را گردن دلالان می‌اندازد و دولت نوسانات بازار ارز را مقصر می‌داند. برخی از کارشناسان اما می‌گویند انحصاری بودن تولید خودرو مشکل اصلی است. پرهام قبادی و این گزارش. بازار خودرو در ایران از ابتدای سال شاهد تختگاز قیمت‌ها بوده. پس از 27 سال با پراید خداحافظی کرد. پراید خودرویی که بالاخره تولید آن بعد از 20 سال متوقف شده، حالا به بیش از 100 میلیون تومان رسیده. پراید شده 100 میلیون تومان. دیگر خودروها هم شاهد همین افزایش نجومی قیمت‌ها بودند. مشکل دیگر این است که قیمت‌های خودرو در بازار گاهی دو برابر قیمت کارخانه یا حتی بیشتر است. رئیس نهادی که قیمت کارخانه‌ای خودروها را تنظیم می‌کند میگوید قیمت‌ها عادلانه است و متقاضیان خریداران واقعی نیستند، تلویحاً دلالند. این قیمت‌هایی که ما الان اعلام کردیم قیمت‌های عادلانه هم برای مصرف کننده هستش، هم برای تولید کننده. ولی آیا تمام کسانی که الان دو قرعه کشی برنده میشن اینا افراد واقعی تقاضای واقعی دارن؟ دولت اما انگشت اتهام را به سمت متغیر بودن نرخ ارز گرفت. نهادهایی که در بورس کالا، ماهیت بورس کالا سیاره. نهادهایی که در بورس کالا هم از نهادهای انواع فلزات و پلیمر و شیمیایی، اینها را داری با قیمت روز خرید میکنی و قیمتهایی که هر دفعه ممکنه رقابت بشه افزایش پیدا بکنه. سایر نهادها هم تابعی از نرخ ارزه با قیمتهایی که الان مصوب شده. آقای نیارکی همچنین میگوید کسانی که در این شرایط وارد بازار خودرو بشوند زیان میکنند و تقصیر را گردن برخی صفحات اینستاگرامی انداخت. هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور ما نیفتاده ظرف دو هفته 5 میلیون خودرو گرون بشه. این قیمتها قیمتهای کاذب هست، حتما شکسته خواهد شد، حتما واقعی باید بشه و مردم زیان میکنن اگر وارد این فضای هیجانی بشن ان شاء الله. ولی متاسفانه در اینستاگرام بعضی از پیج هایی که فالوورهای بالایی دارن متاسفانه هر روز دارن قیمت سازی میکنن. سازمان تعزیرات حکومتی هم میگوید علارغم گران فروشی موجود دستش برای رسیدگی بسته است. با توجه به اینکه سقف قیمت مشخص نشده و حدود قیمتی تعیین نشده در بحث خودرو، ما نمیتونیم که اسمش رو گران فروشی بذاریم، هرچند گران فروشی هست. آنچه مشخص است عده‌ای از تفاوت قیمت کارخانه و بازار سود میبرند که مسلماً خریداران واقعی که نیاز به خودرو دارند نیستند. متقاضیان واقعی اما به تأخیر در تحویل و شنیده نشدن صدایشان معترضند. ظاهراً اینجا همه فقط نگاه تجاری به موضوع میکنن که آقا نهایتش ببر بیرون بفروش سودتو بگیر. اصلا کسی به این موضوع توجه نمیکنه که مصرف کننده ای که دو برابر قیمتی که قرار بوده ماشینش رو تحویل بدن از کجا بیاره تحویل ورش بکنن. 6 ماه طولش دادن، با 6 ماه تاخیر قیمت دو برابری و صدامونم به هیچ جا نمیرسه. حتی خبرنگارانی که اینجا بودن صحبت ما رو نشنیدن. امیدوارم که صدای شنوایی پیدا بشه که حرفهای ما رو بشنوه. طی دو هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در طی 2 یا 3 روز تا 25 میلیون تومان بالا رفت. امروز کمی از التهاب بازار کاسته شده و قیمتها 3 تا 5 میلیون تومان کاهش یافته.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به وزارت صمت دستور داده تا آرامش را به بازار خودرو برگرداند و دلالان را مقصر نابسامانی بازار دانسته. در میان پاسکاری اتهامات، آنچه کمتر به آن پرداخته می شود، انحصاری بودن تولید خودرو در ایران تنها در دست دو کارخانه است که رقیب خارجی هم ندارند. خودرو که کالایی مصرفی است، گویا در ایران به کالایی سرمایه‌ای بدل شده. پرهام قبادی، بی بی سی. اجازه بدید در همین رابطه با همکارم بهرنگ تاج‌دین صحبت بکنیم، اینجا در استودیو با ماست. بهرنگ، علت این نوسانات چه هستش؟ حکایت و نقل قول دست‌اندرکاران و دولت رو شنیدیم، نظر تو چی؟ ببین، یک عده از دست‌اندرکاران بازار خودرو از انجمن قطعه‌سازان گرفته تا انجمن نمایشگرداران تهران به افزایش قیمت دلار اشاره میکنن. نرخ ارز توی 10 روز 2 هفته اخیر یه مقداری بالا رفته، از حدود 22 هزار تومان رسیده به حدود 25 هزار تومان قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد، یه چیزی حدودش 10% بالا رفته. وقتی بازار انتظار داشته باشه که قیمت دلار بره بالا و از قبل هم میدونه که بالا رفتن قیمت دلار باعث بالا رفتن قیمت خودروها میشه، به خاطر اینکه در نهایت قیمت خیلی از قطعات و مواد رو قیمت دلار تعیین میکنه، این میتونه یکی از عوامل بالا رفتن باشه، ولی تنها عامل نیست. عوامل دیگه ای هم هستن. ببینید، ما از اواخر مرداد شاهد حالا ریزش بورس بودیم، شاهد این بودیم که قیمت سهام به طور متوسط در بورس یه مقدار پایین اومده، جذابیتش به نوعی بازار سهام رو کم کرده. ممکنه بعضی از اون سرمایه ها به بازار خودرو اومده باشه، به خاطر اینکه خودرو در مقاطع مختلفی تو ایران دیدیم که فقط یک کالای مصرفی نیست، یک کالای سرمایه‌ای هم هست. بعضیا برای اینکه از خودرو استفاده کنن نمیخرن، بلکه برای این است میخرن خودرو رو که در واقع ارزش سرمایه‌شون رو حفظ کنن. اینا عواملیه که میتونه، بعضی از عواملیه که میتونه باعث بالا رفتن قیمت خودرو شده باشه. هرچند که میگم، بازم انجمن نمایشگرداران تهران گفته که اصلا خرید و فروشی انجام نمیشه و شاید این قیمت ها خیلی، در واقع کسی با این قیمت ها خرید و فروش نمیکنه به اون صورت. اگر حرف دولت رو بپذیریم که میگه قیمت ها کاذبه، چجور میشه این قیمت ها رو پایین آورد؟ ببین، به نظر میاد که راه اصلی نه لزوما پایین آوردن، راه اصلی با ثبات کردن بازار خودرو این باشه که بازار خودرو برگرده به اون چیزی که قرار بوده باشه، یعنی بازار خودرو باشه، یعنی آدمهایی که ماشین جدید لازم دارن یا ماشین لازم دارن بیان بخرن و اونایی که و مثلا خودروسازا هم بفروشنش، از این حالت سرمایه‌ای خارج بشه. بازار خودرو نباید بازار سرمایه باشه به نوعی، برای اینکه بازار باثبات بشه و برای اینکه این اتفاق بیفته باید سرمایه ها بازارهای دیگه ای داشته باشن، سرمایه های خرد و متوسط. به طور مثال میگم، اگر که اینقدر بین نرخ سود بانکی با نرخ تورم فاصله نبود، الان 10-15% اختلاف هست بین این دوتا نرخ، شاید خیلی از آدم ها پولشون رو میذاشتن تو بانک به جای اینکه بیان باهاش خودرو بخرن و تقاضای بیش از حد ایجاد کنن. میگم راه اصلی اینه که بازارهای سرمایه به یک ثباتی برسن و اون موقع است که میشه به بازار خودرو پرداخت. به نظر اکثر کارشناسان راه ثبات بازار خودرو قیمتگذاری دستوری نیست، چون در نهایت رانت ایجاد میکنه برای اونهایی که میتونن خودرو رو با قیمت دستوری از کارخونه بخرن. سپاسگزارم بهرنگ تاج‌دین، همکار ما اینجا در استودیو. در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک منبع آگاه از مطرح شدن اتهاماتی تازه علیه نازنین زاغری ردکلیف خبر داده. این خبرگزاری نوشته که شعبه 15 دادگاه انقلاب امروز او را همراه وکیلش احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به آنها ابلاغ کرده. چند روز پیش بن والاس وزیر دفاع بریتانیا گفته بود که فعالانه به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است که در نهایت میتواند به آزادی شهروندان دو تابعیتی بریتانیا از جمله خانم نازنین زاغری کمک کند. نازنین زاغری 4 سال پیش برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفت، اما در هنگام بازگشت به بریتانیا بازداشت و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد، اتهامی که او از اساس آن را رد می‌کند.
در ایران سخنگوی دولت میگوید حضور در مدارس اجباری نیست و باز شدن مدارس بر طبق نظر کارشناسان آموزشی و پرورشی بوده. در ادامه انتقادها از بازگشایی مدارس، عده‌ای از وکلای دادگستری گفتند بر اساس قانون حفظ سلامت مردم وظیفه دولت است و در صورت تخطی باید غرامت پرداخت شود. در همین حال وزارت بهداشت گفته در شبانه روز گذشته 132 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و 2300 بیمار جدید شناسایی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید آزار و اذیت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد. این در حالی است که اخیراً جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، هم از ادامه محدودیت‌ها در عرصه اطلاع‌رسانی و سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل در ایران خبر داده. گزارشگران بدون مرز همچنین گفته پس از انتشار مقاله آقای رحمان، دست کم 5 روزنامه‌نگار دیگر هم به حبس محکوم شدند. اخیراً محمد مساعد، روزنامه‌نگار مستقل، به 4 سال و 9 ماه زندان و 2 سال ممنوعیت از روزنامه نگاری محکوم شد. افت برخی شاخص‌های بازار بورس در ایران همچنان ادامه دارد. در پایان معاملات امروز بازار سهام شاخص کل بازار با ریزش بیش از 2% به 1,570,000 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن بیش از 1% افت داشته. ارزش معاملات امروز حدود 60% نسبت به روز قبل کاهش داشت و حجم معاملات هم بیش از 70% نسبت به روز قبل کاهش پیدا کرده. انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی درباره کم آبی در استان سیستان و بلوچستان توجه افکار عمومی را در ماه‌های اخیر به این مسئله جلب کرد. اما مشکل دسترسی به آب سالم فقط محدود به این استان نیست و پیامدهای آن در نقاط دیگر ایران هم دیده می‌شود. از جمله خبر امروز درباره مسمومیت 10 نفر در یکی از روستاهای کرمانشاه بر اثر نوشیدن آب آلوده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. اینا آب خوردنه؟ محرومیت در استان سیستان و بلوچستان از جنس تشنگی است. از کجا میارین آبو؟ این زنان و مردان جزو 700,000 نفری هستند که در این استان به آب سالم دسترسی ندارند. 10,000 تومان این بشکه آره؟ و این بجز صدها هزار نفر دیگری است که یا لوله های آب آشامیدنیشان فرسوده شده یا باید چشم به راه تانکرهای آبرسانی باشند. ولی این تانکرها برای پیمانکارانی کار می‌کنند که اگر طلبشان را دریافت نکنند یا وضعیت راه مناسب نباشد آبی هم به این مناطق نمیبرند. شده راننده های تانکرهای آبرسان تو که جاده خرابه از آوردن آب امتنا شده. مثلا هنگام بارندگی تا 2 ماه برای ما آب نیاوردن. پیمانکاران جنوب سیستان و بلوچستان میگویند 5 میلیارد تومان از دولت طلبکارند. غرق شدن چند کودک یک منطقه محروم در جنوب سیستان و بلوچستان مسئله بیابی را در افکار عمومی ایران برجسته کرد و خیلی از نیروهای مردمی محلی را به تک و پو انداخت. در استان سیستان و بلوچستان روستاهایی رو داریم که متاسفانه نه اینکه آب آشامیدنی درستی نداشته باشن، اصلا خط لوله‌ای به اون روستاها نرفته. اما آبرسانی به بیش از 1,000,000 نفر از ساکنان این استان خشک و محروم نه با کمک مردمی حل شدنی است، کلنگزنی طرح آبرسانی به 126 روستا نه با طرح‌های پراکنده محدود و مقطعی دولت. میانگین دسترسی ایرانیان به آب 90% است، ولی این رقم در سیستان و بلوچستان 70%. سیستان و بلوچستان تنها استانی نیست که مشکل کم آبی و بی آبی دارد. از خراسان جنوبی تا خوزستان و قشم، حکایت بی آبی داستان زندگی صدها هزار نفر است. ایران با 8,400,000 دولت حسن روحانی میگوید طرح‌های آبرسانی فراوانی انجام داده. اما هر بار که خبری از پیامدهای کم آبی یکی از مناطق محروم ایران منتشر می‌شود، مخالفان داخلی و خارجی دولت ضعف این طرح‌ها را یادآوری می‌کنند. ولی گویی حسرت آب سالم و کافی در کشوری خشک مثل ایران حسرتی پایدار است. سیاوش اردلان، بی بی سی. به نیمه راه رسیدیم. نگاهی به سرخط خبرها از بی بی سی در لندن. وزارت صنعت ایران در واکنش به گران شدن 10 تا 25 میلیون تومانی قیمت خودرو گفته این افزایش قیمت‌ها کاذب است، اما شورای رقابت گفته این قیمت‌ها را مناسب می‌داند.
بلاروس بازداشت ماریا کولینیسکوا از چهره‌های سرشناس مخالف دولت را تایید کرد. در ادامه این برنامه، جنبش برابری نژادی با شعار آیا زندگی سیاهان در صنعت مد مهم است به مد ایتالیا رسید. مقام‌های بلاروس تایید کردند که یکی از سرشناس‌ترین رهبران مخالفان را بازداشت کردند. دو روز پیش گزارش شده بود که مردان ناشناس ماریا کولینیسکووا را ربودند. یکی دیگر از رهبران مخالفان که در لیتوانی پناه گرفته به شورای اروپا گفته که مخالفان قراردادهایی را که بعد از این با دولت بسته شود به رسمیت نخواهند شناخت. مخالفان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر اعتراض دارند و میگویند رئیس جمهوری فعلی با تقلب برای بار ششم پیروز شده. این گزارش کسری ناجی است. ماریا کولینیسکووا، سرشناس‌ترین چهره مخالفان در بلاروس، کسی که تا دیروز نه در زندان بود، نه در مخفیگاه و نه مجبور به ترک وطن شده بود. این تصاویر او روز یکشنبه در چهارمین تظاهرات گسترده مردم مینسک در چهار هفته اخیر علیه نتایج انتخابات، انتخاباتی که مخالفان میگویند از آنها ربوده شده. این او در گفتگوی با بی بی سی ده روز پیش که میگوید با این همه حامیان در اطرافش از هیچ چیزی واهمه ندارد. خانم کولینیسکووا دیروز ربوده شد. عابران گفتند که او را چند مرد ناشناس ربودند و در داخل یک اتومبیل انداختند و بردند. حالا مقام‌های بلاروس این ویدیو را منتشر کردند و میگویند او را هنگام فرار به اوکراین، کشور همسایه، دستگیر کردند. حقیقت اما ظاهراً چیز دیگری است. منابع مخالفان و مقام‌های اوکراین میگویند که ماموران امنیتی بلاروس او را به مرز بردند تا به اوکراین اخراج کنند، اما او با پاره کردن پاسپورتش مانع از این کار شد و ماموران امنیتی ناچار او را به مینسک برگرداندند. دو نفر دیگر از رهبران مخالفان که همراه او بودند وارد اوکراین شدند. این فیلمی از یکی از آن دو نفر که رسانه‌های دولتی بلاروس منتشر کردند و او در آن بدون توضیح دیگری میگوید تصمیم گرفته است برای مدتی به اوکراین برود. و این تنها کسی که از شورای هماهنگی مخالفان در مینسک همچنان آزاد است و فعال، ویکتور بابریکو. او در این ویدیو که خطاب به مخالفان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده میگوید قبلا افراد بیشتری داشتیم، ولی امروز تنها من از اعضای شورا باقی ماندم که هنوز با شما در تماس هستم. در میان چهره‌های سرشناس مخالفان اسوتلانا تسخانوفسکایا، اینجا نفر وسط، یکی از اعضای شورای هماهنگی مخالفان که سه هفته پیش به لیتوانی پناه برد. او امروز در گفتگویی با شورای اروپا که سازمان مدافع حقوق بشر اتحادیه اروپا است، خواهان کمک اروپا شد. او از اروپا خواست دولت بلاروس را تحریم کند. او گفت مخالفان قراردادهایی را که بعد از این با دولت امضا شود به رسمیت نخواهند شناخت. مخالفان اما تاکنون هم بدون رهبری خاصی به خیابان‌ها آمدند برای از میان برداشتن دولت و رئیس جمهوری که دیگر از نظر آنها مشروعیت ندارد. کسری ناجی، بی بی سی. امروز مهلتی که فدراسیون فوتبال ایران برای پاسخگویی به فیفا گرفته بود به پایان میرسد. هفته گذشته فیفا گفته بود که بررسی پرونده مارک ویلموت، سرمربی سابق تیم ملی ایران، توسط سازمان بازرسی کل کشور را مصداق دخالت سیاست در ورزش میبیند و ممکن است به همین دلیل فوتبال ایران را به طور کلی تعلیق کند. ایران در پرونده آقای ویلموت به دلیل عمل نکردن به تعهداتش و جعل سند به پرداخت 6,200,000 یورو جریمه محکوم شده. از پوریا ژافره، خبرنگار ورزشی بی بی سی، پرسیدم سرانجام این پرونده چه خواهد شد. خیلی شرایط عجیبی علی، دو تا اتفاق استثنایی داره میفته امروز. یکی رو من میخواستم صحبت بکنم راجبش، اینه که الان شما بزنید توی تمامی وبسایت‌های ورزشی ایران که تعدادشون واقعا هم زیاده، فکر میکنم شبکه‌های خبری ورزشی که در ایران داریم از شبکه‌های خبری معمولی سیاسی بیشتر تعدادشون، اصلا هیچ گونه صحبتی راجع به این داستان نمیبینید که این مهلت داره تموم میشه چون خبر سیاسی شده. ایران
این مسئله خب خیلی مهمه. الان شما هر جا که نگاه میکنید دارن راجع به بحث مربی خارجی استقلال و پرسپولیس صحبت میکنن و اینکه مثلا وزارت ورزش دیگه اجازه نداده قرارداد ببندن با مربیان خارجی، در صورتی که اگه فوتبال تعلیق بشه خب دیگه فوتبالی در کار نخواهد بود که مربی باشه. خیلی مسئله مهمیه. یکی این نکته است و نکته دیگه که واقعا حائز اهمیت اینه که برای اولین بار در تاریخ من فکر میکنم تو این مدتی که من دارم کار میکنم که سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه ایران داره همون حرفی رو میزنه که منتقدان و طرفدارای فوتبال ایران میزنن، یعنی که میگن که آقا یه سری تخلف صورت گرفته تو فدراسیون، فساد وجود داره در فدراسیون، بیاد اینها رو بررسی بکنه. سازمان بازرسی کل کشور هم میخواد بررسی بکنه و بعد فیفا اومده اینجا مداخله کرده که در نوع خودش واقعا استثنائیه. حالا به نظر میاد فیفا اون انتظاراتی که طرفداران فوتبال در ایران دارن رو ول کرده، چسبیده به مسائلی که شاید گره کارو باز نکنه. دقیقا درسته. ما بار همین الان که ما داریم صحبت میکنیم یک پرونده باز داریم. چند بار خود من از طرف بی بی سی فارسی ایمیل زدیم به فیفا، دو بار اینها مهلت دادن برای فدراسیونی که الان داریم صحبت میکنیم رئیس نداره که بیاد اساسنامه خودش رو عوض بکنه. اساسنامه رو دو بار چک نویسش رو فرستادن به فیفا، پیش نویسش رو، یعنی اولیه‌شو، و بعد هر دو بار مورد موافقت قرار نگرفته و بعد باز فیفا داره میاد از فدراسیونی که تا این اندازه اهمال کرده و از نظر خود فیفا الان کسانی که تو اون فدراسیون نشستن شایستگی ندارن و مقام‌های رسمی اینها از نظر اونها توجیه نشده است، داره حمایت میکنه. به نظر میرسه که اتفاقی که این وسط افتاده اینه که یک سری اطلاعات غلط از طریق یک کانال‌هایی به فیفا داده شده و وقتی که فیفا بیاد پرونده رو کلا بررسی بکنه ببینه که اینجا چقدر عجولانه اومده این نامه هفته پیش رو زده، تصمیم دیگه گرفته خواهد شد. بعد آخر امروز منتظر باشیم که مهلت اداری به پایان میرسه تا واکنش جدید فیفا رو ببینیم. گفتگو میکردم با همکارم پوریا ژافره. چند خبر کوتاه. وزارت دفاع افغانستان و مقام‌های محلی در ولایت پنجشیر تاکید کردند که طالبان به ولسوالی خاکجبار در حومه شهر کابل و ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر حمله کردند. طالبان گفتند یک منطقه را در این ولسوالی تصرف کرده و 3 نیروی امنیتی افغان را اسیر گرفته. این حمله در حالی اتفاق افتاده که قرار است مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان به زودی در دوحه قطر آغاز شود. به گزارش رسانه‌های ایران، دلار در بازار ارز تهران امروز با قیمتی بیش از 25000 تومان خرید و فروش شده. اخیراً رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده که طی 15 سال گذشته برای کنترل قیمت ارز 280 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شده. وزارت بهداشت عراق اعلام کرده ورود زائران خارجی برای مراسم اربعین ممنوع است. در روزهای اخیر درباره امکان ورود زائران ایرانی به عراق خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده بود. دولت عراق پیشتر هم اعلام کرده بود که مرز این کشور فقط برای واردات کالاهای ضروری و بهداشتی باز است. بر اساس آمار رسمی بیش از 264 هزار نفر در عراق به ویروس کرونا مبتلا شدند. پس از تنش‌های دیپلماتیک چند روز اخیر میان چین و استرالیا، آخرین خبرنگاران استرالیایی خاک چین را ترک کردند. دولت چین پیشتر دو خبرنگار استرالیایی را ممنوع الخروج کرده بود. این برای اولین بار است که از اواسط دهه 70 میلادی، بیش از 40 سال پیش، هیچ روزنامه‌نگاری از طرف رسانه‌های استرالیایی در چین حضور ندارد. صنعت مد ایتالیا شهرت جهانی دارد، اما برای برخی برابری نژادی در این صنعت زیر سوال بوده. با وجود آنکه امروز تنوع نژادی در ایتالیا از گذشته بسیار بیشتر شده، اما فقط یک طراح لباس سیاه‌پوست در شورای مد این کشور حضور دارد. حالا او کارزاری راه انداخته به نام آیا زندگی سیاه‌پوستان در صنعت مد مهم است؟ او از برندهای مطرح می‌خواهد که سیاه‌پوستان بیشتری استخدام کنند. سوفیا بیتزا و این گزارش از روم. چهره در حال تغییر صنعت مد ایتالیا، این زن پشت این تغییرات است. استلا جوان به سبک‌های ایتالیایی، آفریقایی و کارائیبی طراحی می‌کند. افراد مشهوری مثل بیانسه و ریانا لباس‌های طراحی شده او را پوشیده‌اند. او کارزاری را انداخته که کلیشه‌های نژادی که زنان سیاه‌پوست روزانه با آنها مواجه‌اند را آشکار می‌کند.
Ma sei nera, non puoi essere italiana. Voi avete tutto il ritmo del sangue, no? Ma voi vi lavate i capelli? È stata un'esperienza. به عنوان یه سیاه‌پوست در ایتالیا بزرگ شدم خیلی آزاردهنده بود. خیلی حرفای توهین‌آمیز شنیدم. اینسولتانتی. صنعت مد ایتالیا برای تصویر نژادپرستانه‌اش با انتقادهای روبروست. به این پولیور مارک گوچی یا لوازم زیرتی پرادا نگاه کنید. In Italia c'è un problema di razzismo. آیا در صنعت مد ایتالیا نژادپرستی است؟ او میگوید تنها عضو سیاه‌پوست شورای 113 نفره مد ایتالیا است. میگوید منحصر به فرد بودن من پوچه. It's the Fashion Council in Italy along with those. شورای مد در ایتالیا، بریتانیا، آمریکا و فرانسه خط و خطوط مد در جهان را تعیین می‌کنند. استلا برای اعتراض در هفته مد میلان شرکت نکرد. پرسیدم آیا با این وجود میتواند کارزار ضد نژادپرستی‌اش را آنجا ترویج کند؟ درخواست حمایت کردم. از اون لحظه به بعد شورا همه ارتباطش رو با من قطع کرد. حتی دعوتنامه شرکت در هفته مد رو برام نفرستادن. او میگوید همان برندهایی که او را نادیده گرفتند بعداً در رسانه‌های اجتماعی حمایتشان را از کمپین زندگی سیاهان مهم است نشان دادند. اون چرتو بهت زده بودم، دل سرد شده بودم. آرتو. شورای مد ایتالیا گفت که بسیاری از برندها تلاش می‌کنند تا فراگیر باشند. اما این دولت است که باید تغییرات مثبت را هدایت کند. به دلیل مهاجرت‌ها در چند سال گذشته جامعه ایتالیا به سرعت در حال تغییره. اما این تغییرات در سالن‌های مد، مجله‌ها و فروشگاه‌های مد منعکس نشده. این تصویر غلط که برای ایتالیایی بودن باید سفید بود هنوز وجود دارد. نجات پرستی در ایتالیا علنیه. مشکل اینه که بعد فاشیسم ایتالیا از گذشته استعماریش جدا نشد. همینطور با میراث وسیع و ریشه‌داری که فاشیسم در این کشور به جا گذاشت. استلا حالا انرژیش را برای جنبش زندگی سیاهان مهم است گذاشته. او از شرکت‌های طراحی مد می‌خواهد تا سیاه‌پوستان بیشتری استخدام کنند. او احساس می‌کند که با پیشرفت این جنبش آنها در نهایت مجبور می‌شوند صدای او را بشنوند. سوفیا باتیزا، بی بی سی نیوز، روم. و تازه‌ترین خبرها رو میتوانید در وبسایت ما ببینید bbcpersian.com. برنامه‌های تلویزیون و رادیو رو هم میتونید در سایت فارسی بی بی سی ببینید. اطلاعات مربوط به برنامه‌های تلویزیون فارسی و ساعات پخش رو میتونید از طریق وبسایت ما به دست بیارید. اجازه بدید که خدمت شما بگم که در حال حاضر تازه‌ترین گزارش‌های خبری در وبسایت ما از جمله افت متوالی بورس در تهران است و این خبر که دادگاه انقلاب اتهام تازه‌ای به نازنین زاغری وارد کرده. تشکر ویژه دارم از همه شما که از طریق یوتیوب به این بولتن توجه کردید. به یاد داشته باشید که بولتن ساعت 6 عصر به وقت تهران از طریق یوتیوب قابل تماشاست و بایگانی می شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما.